اعتراض‌ها به کاریکاتور منتشر شده توسط یک روزنامه مستقل فرانسوی زبان ادامه دارد. اخیراً یک روزنامه مستقل فرانسوی زبان در نیو برانزویک کاریکاتوری را در روزنامه خود منتشر کرد که یک قارنشین را در یک طرف و یک عضو طالمان را در طرف دیگر نشان می‌داد، در حالی که هر دو یک زن را به سمت مقصدی نامعلوم می‌کشاندند. انتشار این کاریکاتور باعث برانگیختن اعتراض‌ها و واکنش‌هایی در رسانه‌های اجتماعی شد. برخی رسانه‌ها گفتند این کاریکاتور بی‌ادبانه بوده و یک کارتون اسلام هراسی است، چرا که نشان می‌دهد که یک زن توسط یک طالب به یک شی یا خدای نکرده حیوانی تحقیر شده است. واکنش برخی نسبت به این کاریکاتور احساسی و عاطفی بود، بدون اینکه به ریشه‌های وقوع این مسئله و نقش واقعی طالبان نسبت به آن توجه داشته باشند. این در حالی است که از سالها قبل داعش، بوکو حرام و حتی طالبان با وضع قوانین توهین‌آمیزی انسان‌ها را تحقیر نمودند، قوانینی که بعضاً از به بردگی کشاندن انسان‌ها بدتر بوده و حالا به ناگهان یک کاریکاتوریست یک کار اسلام حراسی انجام داده است. برای روشن شدن بیشتر ماجرا گفتگویی دارم با مجتبی اخوند، مدیر سازمان مسلمان آزاده. آقای اخوند سلام علیکم. سلام عرض می‌کنم آقای بهنام، خیلی ممنون از وقتتون. تشکر می‌کنم آقای اخوند. به نظر شما مقصر اصلی این ماجرا آیا گروه‌های خشونتگرا هستند یا کاریکاتوریست فرانسوی؟ لطفاً بفرمایید. سلامت باشید. خیلی ممنونم. سوال بسیار کلیدی و دقیقی هستش. ببینید، باید دو تا مقدمه چینی بکنم قبل از اینکه سوال شما رو جواب بدم. یکی این هستش که این صحبت ما هیچ تاییدی در مورد اینکه کار این کاریکاتوریست درست هست نیست. این خیلی مهمه. چون بعضی هستن که قطعاتی از فیلم ها رو برمی‌دارن، بعداً تبلیغاتی سو از این صحبت ها میشه. مسئله دوم این هستش که باید در نظر بگیریم که کاریکاتوریست ها معمولاً یک نوع حقیقتی رو که در جامعه وجود داره رو به اون تمرکز میکنن، پیازداغش رو زیاد میکنن به قول گفتنی، و ولی حقیقت موجود هست در جامعه، چیزی نیستش که اختراعی باشه. مخترع نیستن این کاریکاتوریست ها، ذهنشون اونقدر بعد و عمق نداره. پس این دوتا مقدمه باشه. یه ضرب مسئله هستش به زبان انگلیسی که اگر اجازه بدهی تحمل هم باید بکنی. If you let, you have to tolerate. منظورم از استفاده این ضرب مسئله چی هستش؟ ببینید، مسلمان ها الان حکم کبک رو پیدا کردن که سرشون رو کردن در بر و خیلی کور هستن نسبت به وقایعی که در کشورهایی که به نام اسلام هست یا حزبهایی که مرز جغرافیایی رو به نام اسلام گرفتن، کورانه در این مورد هستن. ولی وقتی که یه کاریکاتوریست غربی همون کار رو میاد یه مقداری پیازداغش رو زیاد میکنه و همچین کاریکاتوری رو میکشه، بسیار هیجان پیدا میکنن و عاطفی میشن نسبت به این موضوع. بوکو حرام در افریقا سالها بردهداری کرده، تجاوزهای گروهی بوده، داعش در سوریه و عراق این کار رو انجام داده، طالبان تا به امروز بازار فروش بچه های خردسال دارن. الان اگه یک کاریکاتوریست بیاد همین بازار رو بیاد به صحنه بکشه، به نقشه به یک نقاشی ازش بکشه، همه وای خدای من، وای خدای من، این اسلام حراسی است. بیایم چشم‌هایم رو باز بکنیم. چرا باید ملت اسلامی و امت اسلامی کور باشن در مورد وقایعی که اتفاق میفته، ولی یه کسی که غیر از خودی هست کاری رو انجام بده، وای این داره صدمه به اسلام میزنه و اسلام حراسی است. متاسفانه سوزاندن افراد رو ما نسبت از طریق داعش دیدیم، تجاوزهای گروهی رو شنیدیم، متاسفانه بردهداری، جلوگیری از طلب علم برای پسران و دختران، اینا کدومش قوانین اسلامی هستش؟ دادگاه های نظامی که هنوز در کشور افغانستان داره انجام میشه برای حکم اعدام، کدوم اینها قوانین اسلامی هستش؟ ولی یه کاریکاتوریست یهو میشه یه مسئله ای که مردم در مورد اون عاطفی فکر میکنن و بسیار بده و بسیار غم انگیز هستش برای امت اسلامی. متاسفانه باید در نظر بگیریم که کسانی که مقصر اصلی هستن، اولا که گروه های تروریستی هستن که این کارها رو انجام میدن به نام اسلام،
دوما به نظر من شریک در این ظلم کسانی هستند که سرشون رو مثل کپک در برف کردن و کور هستند در مورد واقعیت هایی که این گروه انجام میدن و سکوت میکنن. اون کاریکاتوریست فقط داره پیازداغ به یک مسئله که حقیقتا موجود هست اضافه میکنه و به شکل کاریکاتوریست اون رو ارائه میده. تشکر میکنم از شما اخوند. سلامت باشید. ممنونم. آقای مجتبی اخوند، مدیر سازمان مسلمان آزاد از واشنگتن با ما بودند.